حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا می کنم که در آن آقای دکتر عباس میلانی مورد گفتگو و مصاحبه این جانب قرار دارند. دکتر میلانی استاد علوم سیاسی و تاریخ، رئیس بخش مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، نویسنده چندین زندگی نامه، به خصوص زندگی نامه شاه که فارسی آن زیر عنوان نگاهی به شاه منتشر شده، تا کنون دو چاپ از آن در خارج از ایران به دست علاقمندان رسیده است. آقای دکتر عباس میلانی، درود بر شما. به شما و به همه بینندگان و شنوندگان عزیزتون در هر کجای ایران موسع که هستن. من البته منظورم وقتی میگم ایران موسع، محدود کردن تماشاچی های شما نیست، چون شما در هر جای دنیا رو میگید، ما فقط ایران موسع رو میگیم، ولی هر دو به یک جا به گوانم بالاخره میرسن. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، شما دیگه مقاله نمی نویسید؟ چرا، در حد بضاعت مزجات هم می نویسم. چرا، همین دو هفته پیش یه مطلبی در سایت نیویورک تایمز نوشتم که اتفاقا بعضی از این عناصر شیطان در داخل ایران اونو بابت شیطان، از منظر شیطنت، همه اون مقالاتی که در این مجموعه چاپ شده بود به فارسی در آوردند و چاپش کردند. مقدارم البته به منم در معرفی فوش دادن به عنوان عنصر ضد انقلاب سلطنت طلب، ولی مطلب رو چاپ کردن، از من مقابله نکردم، فقط عنوانش رو دیدم. این یه مطلبی بود در نیویورک تایمز. نیویورک تایمز یه در واقع بخشی داره در قسمت عقایدش، عنوان اتاق برای گفتگو، روم فور دیبیت، یا جا برای گفتگو، بسته به اینه که اتاق یا مفهوم کلمه روم رو به چه معنا مراد بکنید. به هر حال در اونجا هفته یک دو مسئله رو انتخاب میکنن و از یه عده‌ای که به گمانشون حرفی در این زمینه برای گفتن دارن دعوت میکنن که نظرات متفاوتی رو ارائه بکنن. ده روز پیش مسئله‌ای که پیشنهاد کرده بودن اینه که آیا ایران کماکان یک خطر هست یا نه. ایران یعنی در واقع رژیم جمهوری اسلامی. بله دیگه، منظور الان فعلا، اتفاقا منم جوابی که من دادم اینه که بسته به اینه که کدوم ایران مرادتون باشه. بله، ایران محافظه‌کارا و ایران سپاه و ایران آقای نقدیه و بله، اینها کماکان در فکر شیطنت هستن و به طور جدی هم برای ملت ایران خطر هستن، هم برای منطقه، هم برای جهان. ولی اگر ایران به عنوان یک جامعه و ایرانی ها به عنوان یک ملت، چه در داخل و چه در خارج، من به هر دو اشاره کردم، اگر از ایران مراد این دومی است، خب این جامعه است که نشون داده عقلانیت رو بر شعار، یعنی شعور رو بر شعار ترجیح میده، تعقل رو بر تهاجم ترجیح میده، معتقد به مقام شامخ زن در اداره جامعه هست، مثل رژیم جمهوری اسلامی نیست که انگار همه کسانی که باید بر مملکت حکومت بکنن باید سنشون حداقل 80 سال باشه و ریش داشته باشن، در حالی که اکثریت از جامعه ما از فرهیخته ترین و تحصیل کرده ترین اقشار جامعه ما زنان هستن. خلاصه مقاله من این بود که در ایران یک نبردی به طور جدی برای تعیین اینکه کدوم بخش از ایران رو ایران نمایندگی خواهد کرد در جریان هست و اگر مردم در این نبرد پیروز بشن و این اجامر رو که خیابون‌ها رو کنترل می‌کنن، این اقلیت انحصار طلب رو که مقامات دولتی رو در انحصار گرفتند، اینها رو وادار به عقب نشینی می‌کنن، اون وقت ما با یه ایران کاملا متفاوتی روبرو خواهیم شد که نه تنها به گمان من خطر نیست، بلکه میتونه
در رفع خطرهای خاورمیانه نقش بسیار مهمی داشته باشه. ولی این وضع فعلی اگر در به همین پاشنه بگرده، خب اینها کماکان در فکر شیطنت و در فکر شلوغی هستند و حتما خطر هستند، هم برای ملت ایران هم برای منطقه. همینان گرامی، این برنامه توسط آقای بهروز مشکینیار کارگردان ما کارگردانی می شود. خیلی ممنونم ازشون، خاصه برای برنامه‌ای که با آقای ایجادی داشتیم درباره تصاویر به حال مناسبی که برای سوژه ایشون انتخاب کردن. آقای دکتر بفرمایید که چه خبر از دانشگاه برنامه های فرهنگی؟ والا برنامه های فرهنگی یه تئاتر داریم که هفته پیش هم من از برنامه شما استفاده کردم، خبرش رو دادم. برنامه ایست از آقای ناصر رحمانی نژاد، نمایشی است که خود ایشون نوشتن، خودشون کارگردانی میکنن و خودشون اجرا خواهند کرد. یک نمایش یک نفره است در مورد آخرین روزهای آقای مختاری، شاعر معروف. در واقع تلاشی است برای اینکه آخرین روزهای او رو، تجربیات او رو بازآفرینی بکنند و سعی کنند از عنوانش هم پیداست، از گور تا ماه، اون صدایی رو که رژیم سعی کرد خاموش بکنه، ایشون دارن سعی میکنن از طریق این نمایش دوباره به صدا در بیارن. نمایش در شنبه، چون من خاطرم میترسم اشتباه بکنم، در شنبه 27 فوریه ساعت 7:30 در تئاتری در سان فرانسیسکو اجرا خواهد شد. دوباره چون تئاترش باید یه اندازه معینی بود، ما به توصیه خود آقای احمد رحمانی نژاد اونجا رو انتخاب کردیم. و برای بلیت بایستی دوستان، تئاتر کوچیکیست و جا محدوده، دوستان باید به اون دفتر یا به دفتر بلیت استنفورد تلفن بزنن، 650-725-2787، یا به وبسایت استنفورد تیکت آفیسش ببرن که بتونن بلیت رو تهیه بکنن. قیمت بلیت هم برای دانشجویانی که در استنفورد هستن یا کسانی که در استنفورد کار میکنن $15، برای دیگران $30. به هر حال آقای رحمانی نژاد چهره بسیار شناخته شده ای در سنت تئاتر ایران هستند. چهل و اندی است، بیشتر شاید از 50 سالی که در عرصه تئاتر در ایران و در خارج فعال بودن و این یه فرصتی است که ما از ایشون در فستیوال تئاتر سان فرانسیسکو استفاده بکنیم. امشب اتفاقا در واقع این هفته بایستی بگم، یک گروه بسیار درخشانی هست در سان فرانسیسکو، مرکزشون به اسم کرونوس کورتت. اینها شاید معروف ترین کورتت موسیقی آمریکا هستن. اینا 30 سال فعالیت میکنن، چندین جایزه گرمی بردن، چندین نوار خیلی معروف، ضبطای خیلی معروف دارن. ما الان یک سالی است که با اینها در مذاکره هستیم که یک برنامه همکاری اونها و شاید استاد شجریان بتونیم اجرا بکنیم. استاد شجریان اظهار علاقه کردن که چنین برنامه اجرا بشه. اینها هم خیلی کاملا آشنا هستند با کارهای استاد شجریان، قبلا با آقای کلغور مثلا کاری مشترک انجام دادن. امشب یه کنسرتی در سان فرانسیسکو دارن، این هفته باید بگم، هی میگم امشب یه کنسرتی دارن که اتفاقا اسمش از شعر فروغ آمده، تنها صداست که میماند، و یک قطعه به طور اخص از در مورد ایران هست و اجرا کنندش موسیقی دان ایرانی است و کور سان فرانسیسکو اجرا میکنه. برنامه بسیار بسیار جالبی است و امیدوارم که ما بتونیم این طرح مشترک با اینها رو و استاد شجریان رو متحقق بکنیم، چون فکر یعنی ترکیب بسیار بدی است. یک از مهمترین کورتت های کلاسیک غربی
که کارهای آزمایشی درخشانی برای 30 سال کردند و استاد شجریان که تجسم و تبلور موسیقی کلاسیک درخشان ایران هستند. متشکرم ازتون آقای دکتر. در یک مقاله زیر عنوان با درگذشت نسل اول حاکمان در جمهوری اسلامی چه اتفاقی می افتد؟ در این مقاله خواندم که آمار مرگ و میر نسل اول حاکمان و سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پذیرفته. محمد رضا مهدوی کنی، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، حبیب الله عسکرولادی، علی اکبر پرورش و چند تن دیگر از انقلابیون مذهبی که در آغاز جمهوری اسلامی مقامات مهمی رو دریافت کردند، اینها دیگر نیستند، فوت کردند. و با درگذشت این چهره های مهم چه اتفاقی در جمهوری اسلامی خواهد افتاد؟ خواستم این سوال رو از جناب عالی که تخصص تاریخ معاصر ایران رو به خصوص دارید مطرح کنم. ولی من فکر می‌کنم دعوایی که الان در ایران در جریان هست، این دعوای بسیار تندی که بین گروه های مختلف هست، این حملات براستی عجیبی که علیه هم میکنن، چه انتقادهایی که آقای رفسنجانی از کل فرایند انتخابات کرد و حملاتی که انتقادهایی که شورای نگهبان رو شاملش کرد واقعا کم نظیر بود. خیلی حرفای تندی زد، حرفایی که مخالفین علیه اون زدن به همون اندازه حتی بیشتر تند بود. اونها اون رو مفسد، یکیشون مفسد فلعرض خونده، اون رو یکی تهدید به زندان کرده، یکی تهدید به 1001 ملعنت گفتن باید بره پیش پسرش. بله، یکیشون گفته باید، یکی گفته باید بره پیش پسرش، یکی گفته این مفسد فلعرض، یکی دیگه گفته که همون بلایی که سر منتظری آوردیم. و اینا میدین خیلی هاشون که این حرفا رو میزنن کسانی هستن که وقتی که مثلا رفسنجانی در زندان بوده یا وقتی که رفسنجانی در کنار آیت الله خمینی نشسته بود و حکم نخست وزیری بازرگان رو میخوند، طلبه هم نبودن، ولی در به خودشون این حق رو میدن که بیان بگن. و شگفت انگیز به نوعی، البته حدس میشه زد که تحریک اینا رو خود آقای خامنه‌ای میکنه، ولی آقای خامنه‌ای که او دیگه میدونه که نقش رفسنجانی در رهبر شدن خودشون چی بوده، نقش رفسنجانی در مبارزات سیاسی های خمینی چی بوده، ایشون نه تنها سکوت میکنن بلکه مراکز و روزنامه های وابسته به ایشون هر روز آتش این کار رو تندتر میکنن. و به هر حال این فضای عجیبی است. ولی این دعوا به نظر من در مورد همینه که یه دی که دستشون در بیت المال قراردادهای چند ده میلیاردی میبرن، دزدی های چند ده میلیاردی کردن، امید دارن کماکان از این بیت المال لفت و لیس بکنن. خب فکر میکنن که اگر این نسل بره دست اونها هم بریده خواهد شد و دارن سعی میکنن یه جوری نهادهای قدرت رو قبضه بکنن، سعی میکنن هر روز کمتر و کمتر به مردم اجازه بدن در این مسائل دخالت بکنن، نظارت بکنن. و یه مقداری دعوا بر سر همینه. و توی انقلاب های دیگر هم وقتی که نگاه بکنید، خب وقتی که نسل اول میرن کنار میرن، معمولا تحولات مهمی پیدا میشه. شما چین رو نگاه بکنید، و اتفاقا همین دیروز اینجا یک سخنرانی بود، یه اقتصاددانی که چین رو مطالعه کرده، انحناهای رشد اقتصادی چین رو نشون میداد بعد از اینکه همین نسل اول رفت کنار و اجازه داد که اقتصاد چین یه مقداری رشد بکنه. یعنی واقعا شگفت انگیزه. تولید ناخالص ملی چین در زمانی که
یه مقداری فضا باز شده و اون رهبران نسل اول دیگه اقتصاد دولتی رو تأکید نکردن، یکی از سریع‌ترین دوران رشد اقتصادی در تاریخی که مطالعه کردن، اصلا انحناش اینجوری یه دفعه میاد. تو ایران هم اگر اینا از راه خارج بشن، یعنی واقعا این رهبری سد راه رشد اقتصادی مملکت، اینها فقط خودشون رو بکشن کنار و بگذارن که مردم ایران، بذارن این جوانها، بذارن این خانمها، بذارن این تحصیل کرده ها رشد بکنن و این بختک سپاه و بختک نهادها رو کنار بگذارن و بذارن یه اقتصاد واقعا پویایی را بیفته، یه تغییر کیفی میشه. دعوام بر سر همینه، اونایی که از این وضع فعلی منتفع میشن نمیخوان این تحول بشه. آقای دکتر، این امام جمعه تهران کاظم صدیقی، امام جمعه موقت، درباره همین هاشمی رفسنجانی یه مطلبی گفته، از حرفای این آقا بوی فتنه می آید و در ضمن اشاره کرده که در شرایط بیکاری جوانان نباید هواپیما خریده می شد و دولت به موضوع حاشیه نشینی بی توجه است و گفته است که از حرفهای این آقا بوی شلوغی می آید و فتنه را تداعی می کند. خب دیگران هم همونجور که فرمودید در ضمن یه نوع فحاشی نسبتاً کمرنگ به اون کردند و آرزو کردند که زندانی بشود در کنار آقای دکتر. فکر میکنین که این یه نوع ایجاد گرما در فضای انتخاباتی نیست؟ من فکر کنم ممکنه گرما بالمحال ایجاد بشه، به لحاظ اینکه دعواها اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه، ولی من فکر میکنم ریشش یعنی فقط ایجاد گرما در انتخابات نیست. من فکر میکنم، شاید اشتباه میکنم، ولی من واقعا گمان میکنم که اختلاف در ایران از یه طرف بین مردم و رژیم و از یه طرف در درون رژیم، اختلاف در مورد اینکه آینده ایران باید چی بشه، اختلاف بسیار جدی هست. اینایی که این حرفا رو میزنن، این امامان جمعه موقت یا دائمی که بر اونور این هفته همه هم از یه جا دستور میگیرن دیگه، این معلومه که همه از بیت آقای خامنه ای دستور میگیرن که در نماز جمعه چه باید گفت، اصول کلی این خطبه ها از اونجا دیکته میشه. بین اینها و مردم ایران به گمان من یه اختلاف جدی هست و بعضی ها تو این میان از درون خود رژیم به نظر من تصمیم گرفتن که اگر نجاتی برای رژیم متصور هست، اگر گریزی برای که ایران به یک ورطه خشونت و واقعا آشوب دوچار نشه، اینه که اینهایی که این همه لفت و دیس کردن و مملکت رو به اینجا کشوندن برن کنار، اینهایی که بردن و خوردن، حالا ببرن هر غلطی میخوان باش بکنن، ولی برن کنار و بذارن مردم بیان و راه نجات برای این مملکت پیدا بکنن. اینی که میگه، اینهایی که میگن یه دفعه دلشون سوخته که چرا چند تا هواپیما خریده شده، هواپیماهایی که جانشین هواپیماهایی است که تعداد سقوطهایی که شده، تعداد کسانی که کشته شدن، مقدار استرابی که مردم دارن. شما کافیست با هر کسی در ایران رفته سفر کرده صحبت بکنید، میگم وقتی که سوار هواپیما ایرانی میشم همه قبلش دعا میکنن برای اینکه میدونن چقدر قدیمیه، چقدر نظم میکنن، چیز میکنن، یعنی یه فضای وحشتناکی. حالا اینا اومدن نگرانن. در همین مدتی که این هواپیما خریده شده، آقای ظریف اومده گفته که ما در چند ماه اخیر 2.8 میلیارد دلار به سوریه کمک کردیم. 2.8 میلیارد دلار. چند نفر الان در سوریه در همین هفته اخیر کشته شدن. خرج سپاه در سوریه، خرج حزب الله در سوریه، خرج حفظ خود اسد در سوریه رو از بیت المال میدید. چرا نگران اونها نیستید در شرایطی که مملکت بیکاره؟ چطور نگران اون کار نیستید در شرایطی که این بیکارا؟ که اونا گفتن سوریه برای ما مهمتر از خوزستانه.
بله میدونم. خب مردم هم اینا رو میپرسن، اونا میگن، ولی به اون معنا نیست که اینها پذیرفتنی است. مردم میدونید سرشت فرصت طلبانه این حملات رو میپرسن، میدونن. ببینید من فکر میکنم سوال خوبی است، آیا در شرایطی که مردم بیکار هستن باید هواپیما خرید یا نه؟ درست. ولی از اون مهمتر، آیا در شرایطی که مملکت برای 35 ساله، ببینید 35 ساله به قول آقای دکتر رنانی اقتصاددانی که در داخل هستن، میگن 35 ساله در هیچ جای دنیا مثل ایران نبوده که هر سال تورم دو رقمی است و بیکاری دو رقمی است، هیچ جای دیگه نبوده. میگه هر جای دیگه بود اگه 3 سال 4 سال یه چنین فاجعه پیش می اومد که هم تورم دو رقمی بود هم بیکاری دو رقمی بود، رهبران میرفتن کنار. تو ایران اینا نشستن تکون هم نمیخورن، طلبکار هم هستن تا 105 سالشون بشه بمیرن. اونم برازه اون ارقامی که گفتید من فکر کنم جالبه که آدم متوسط طول عمر روحانیون رو با بقیه جامعه مقایسه بکنه، رقم خیلی قاعدتا جالبی میشه. ببینید در این 20 سال مقدار بهایی که ایران برای برنامه اتمی داده، برنامه اتمی که به یه جایش رسوندن بعد تصمیم گرفتن که دیگه نمیتونن جلو برن، تقریبا هر چی که کرده بودن رو وا دادن. 98% اورانیوم رو فرستادن خارج، فردو رو تبدیل به آب هویجگیری کردن، عراق و سیمان کشیدن. خب شما اگر دلتون برای بیکارا میسوخت چرا از 15 سال پیش این فکر را نکردید و این هزاران هزار میلیارد تومانی که خرج این برنامه شده، هزاران هزار میلیارد فرصت اقتصادی از دست رفته. شما به خاطر اینکه وابسته به روسیه هستید جرأت نمی‌کنید گاز ایران رو در اروپا بفروشید. شما به لحاظ سیاست‌هایی که اتخاذ کردید تمام دولت‌ها سعی کردن که نذارن گاز ایران به اروپا، اروپایی که محتاج و تشنه گاز است، برسه. خب چرا در اون زمان فکر این مسائل رو نمی‌کنید؟ حالا که اینا رفتن چند تا هواپیما خریدن برای جلوگیری از مرگ و میر مردم، در شرایط مرگ و میر مردم، در حالی که در دورانی که آقای احمدی نژاد و اینا چقدر خرج این هواپیما شده، خود شما ها میگید که چندین ده میلیارد دلار در دوران احمدی نژاد لفتالی شده، خود بابک زنجانی یه نفره 19 میلیون رو ملاخور کرده رفته. خب اون ارقام در قیاس با این که چیز بیمقداری است. چقدر آقای دکتر؟ 19 میلیارد. 19 میلیارد میگم بدهکاری داشته، خورده رقم ها فهمو. حالا میگه من 2 میلیارد بیشتر بدهکار نیستم، اونم نمیده، گردن کلوفتی میکنه. عجب روی. خب یکی گربه صفته یکی پر روه، ببخشید من. نه ببینید، اگرم ببینید اینا وقتی که 3 تا جوان رو گرفتن به جرم اینکه تو خیابون با قمه از یکی پول گرفته بودن، 48 ساعت بعد تقریبا اعدام کردن اونا رو، برای اینکه می‌خواستن زهرشش بگیرن، برای اینکه اونا فقیر بودن، 3 نفر سه لات بیچاره گرسنه فقیر بودن، با قمه می‌خواستن فکر کنم 15000 تومان زده بودن، رقمش یادم نیست. یه کسی از بانک پول گرفته بود، اونا بهش گرفته بودن، به زور گرفته بودن، در یه فاصله خیلی کوتاهی محاکمه کردن و اعدام کردن و تو خیابون بستنش به تیر. الان ببینید بابک زنجانی چقدر وقتی که چیزه، یا آقای مرتضوی یا آقای مشائی یا بقیه اینها که متهم هستن در این مسائل لفت و لیسای کلان کردن، نمیارن برای اینکه جرأت نمیکنن، برای اینکه اینا واضحه که دستشون به یه جای بند بوده. آقای زنجانی که به قول خودش 15 سال پیش راننده یا 20 سال پیش، حالا رقم تاریخ دقیق شده نیست، راننده رئیس بانک مرکزی بوده و اولین لفت و لیسش رو از طریق فروش ارزی که خود بانک مرکزی به این میداده. نگاه کنید بانک مرکزی ایران رو از طریق راننده در بازار جلوی بانک قاچاق میفروخته. شما که وضع اقتصادتون اینطوره، این همه لفت و لیس کردن، این همه پول تو ترکیه گم شده، این همه میلیاردها دلار در ترکیه چه گم شده، چه سورپلاس دادید، یه دفعه نگرانه فقط این چند تا هواپیما شدید که شاید جون مردم رو
نجات بده. من حاضرم بحث جدی ملی بشه در مورد هواپیما، ولی بقیه بحثا رو اجازه بدید بشه، اون وقت ببینید کی روسیه تر میشه. آقای دکتر، این محمد یزدی رو دیدین روی چرخ حرکت میکنه؟ ایشون گفته که رئیس مجلس خبرگان دیگه، گفته که مجلس خبرگان جای جناحبازی، سیاسی کاری، جوانگرایی و همچنین جای پیران کارافتاده که نمیتوانند کاری انجام دهند نیست، بلکه مجلسی است مرکب از فقهای جامع. یعنی میدونید اگر اورول میخواست 1984 رو به صورت فکاهی بنویسه، نمیتونست یه صحنه بهتر از این چیز بکنه. من تنها جوری که میتونم حدس بزنم حرف ایشون یه کمی جالب تر میشد اینه که وسط حرفش یه چرتی هم میزد، مثل خیلی از این دستاربیری که آدم از مجلس خبرگان میبینه، نصفشون میچرا در حال چرت هستن وقتی که این مسائل داره مطرح میشه. متوسط سنش فکر میکنم در اون مجلس بایستی بالای 80 باشه، بعد میگه جای پیرهای از کار افتاده نیست و کار جای جوانبازی هم نیست. یعنی اونم برای من جالبه، چرا جای چیز نیست؟ چرا اگر یه کسی شرایطشو داره؟ من به کل این مسئله فهم کنم در یه مقطعی باید در قانون اساسی جامعه ایران حتما بازبینی خواهد کرد. حق جامعه است که هر نسلی، قانون اساسی خود آقای خمینی هم گفتن هر نسلی حق داره که در شرایط خودش تجدید نظر بکنه. باید در این قانون اساسی تجدید نظر. چرا بایستی کسانی که فقط آقای گنجی مقاله چند وقت پیش نوشته بود، خیلی حرف جالبی داده، گفته بود اینهایی که میگن ما بایستی کار مملکت رو داشته باشیم، در دست داشته باشیم، اینا تنها تخصصشون، اگر تخصصی داشته باشن، اینه که در مورد شرعیات زمان پیغمبر که یک شهر مثلا 4000 نفری، مدینه 4000-5000 نفر بوده، ایشون اونجا اداره میکرده، شرایط اون زمان با امروز که فرق میکنه. گیرم شما در مورد اون چی که در اون زمان وجود داشته تخصص دارید. برای اداره جامعه امروز ایران، جامعه قرن 21، چه تخصصی دارید؟ اینکه هی بگید اینترنت کار شیطانه، سعی کنید اینترنت رو آپارتاید جنسی توش درست بکنید، اینا که مسائل امروز جامعه ایران رو حل نمیکنه. چرا شما باید کنترل جامعه دست شما باشه؟ چه کسی تعیین کرده که آینده ایران بایستی در دست کسانی باشه که گذشته عربستان رو خوب بلدن؟ یعنی چه آقای دکتر؟ ببینید شرعیاتی که اینها، فقاهتی که اینها میکنند، فقاهت تمام ادعاشون اینه، تمام مسئله هایی که میزنن، هر مسئله امروز ایران رو اینها به یه داستانی در زمان پیغمبر تعبیر، بله ربطش، هر کسی رو به یه زمانی، گیرم اینا درست باشه، من تخصص ندارم، گیرن همه اینا درست باشه، اینکه شما بتونید مسائل امروز ایران رو تعویل بکنید به شخصیت نمیدونم فلان کس در حواریون پیغمبر، به شما چه تخصصی برای حل مسائل جامعه امروز ایران میده؟ چه عربستانی که کلش به مسئله خشکسالی روبرو بوده، شما کل اون تاریخ رو بدونید. الان که ایران به قول وزیر خود شما با یک بحران عظیم آبی روبروست، فقاهت قرن هفتم به درد مسئله هیدرولیک قرن 21 چرا میخوره؟ دوران شطور با دوران موتور. آقای دکتر، شما چه رابطه میبینید واقعا بین آقای روحانی که ببینیم چگونه دنبال شرکت‌های بزرگی که بیان در ایران سرمایه گذاری کنند، و این سخنانی که هر روز آقای خامنه‌ای بر زبان میاره، حرفایی که غالبا هم بی ربطه ولی خب بر صورت ضد ایشون صحبت میکنه، این چه رابطه است بین این دو تا؟ چه جوری داستان؟ من فکر میکنم دو تا الگوی کاملا متفاوتی برای آینده ایران دارن. اقتصادی که آقای خامنه‌ای ازش یاد میکنه به عنوان اقتصاد مقاومتی، در واقع یعنی اقتصادی که دست سپاه است و دست
بنیادهای زیر نظر ایشون هست و هیچ کس هم حق نظارت نداره و مردم هم راضی هستن که در ذیل ولایت فقیه زندگی میکنن، گرچه گرسنه هستن، گرچه تورم دو رقمی دارن، گرچه بیکاری دارن، گرچه فرار مغزهاست، گرچه اعتیاد همگیش وحشتناک گسترش پیدا کرده. اون یه الگوه، یه الگوی دیگرش هم الگویست که آقای روحانی به نظر من ازش طرفداری میکنه و فکر میکنه که راه حل اقتصاد ایران پیوستن به بازارهای بین‌المللی است. فکر میکنه که راه حل بحران اقتصادی در ایران جلب سرمایه است. بسیاری از اقتصاددانان موافقند که تنها راهی که میشه مثلا بیکاری رو از این ارقام شگفتانگیز 30 سال اخیر نجات داد اینه که سرمایه گذاری هم داخل هم خارج، بخش مهمی از سرمایه هایی که در داخل هم هست الان به حرکت در نیامده، برای اینکه مردم نگران هستن. یعنی دوباره من مقاله همین چند روز پیش میخوندم از آقای رنانی که میگفت این انتخابات در واقع کلید وضع اقتصاد هم هست. اگر اینها، یعنی این اقلیت، یعنی شورای نگهبان، یعنی جنتی ها نگذارن مردم شرکت بکنن و اگر روحانی جلوی شورای نگهبان واینسه، هر نوع اعتمادی که سرمایه ممکنه به آینده اقتصادی داشته باشه به تدریج از بین خواهد رفت و این بحران اقتصادی، این رکود اقتصادی که الان وجود داره تشدید خواهد شد. یعنی اینها با هم یه پیوند عجیب و غریبی دارن و به نظر من دو تا الگوی خیلی خیلی متفاوتی است برای جامعه ایران و الگویی هم که مورد نظر مردم ایران هست این است که به هر حال این آقایونی که هم سنشون رو میبینیم هم وجناتشون رو میبینیم، اینها نمایندگان واقعی قاطبه مردم ایران نیستن، اینها نمایندگان یک قشری از جامعه ایران هستن و بخش مهمی از جامعه ایران الان میخواد در قرن 21 زندگی بکنه و میخواد خودش راه حل‌های خودش رو پیدا بکنه، در عین اینکه به هیچ وجه این به اون معنا نیست که مذهبش هم میخواد وا بگذاره الزاماً. شما میتونید سخت متدین باشی و در این حال فکر کنید که قانون رو باید مردم تعیین بکنن و نه فقها. آمریکا خیلی مردم متدین تر از هر جامعه دیگر است. من فکر میکنم آمریکا امروز قاعدتا اگر ارقام دقیقش رو ببینید شاید از ایران هم مردم متدین ترن. 90 چند درصد مردم معتقد به خدا هستن، تعداد عظیمی به کلیسا میرن یا به کنیسه میرن، تعداد عظیمی به مسیح باور دارند، به اینکه مسیح دوباره برمیگرده، ولی در این حال یک اکثریت عظیم مردم هم میگن که قانون خود ما تنظیم میکنیم و تغییر میدیم و کسی چون کشیشه نباید تمام کنترل اقتصاد مملکت و قانون مملکت و سیاست مملکت و اخلاق مملکت و اون چی که در رادیو تلویزیون میشه اجرا کرد همه دست یه اقلیت خیلی کوچیکی باشه که در قرن 21 تخصصی ندارن، حداقلش اینه. آقای دکتر فرمودید که در سوریه چه تعدادی از سرداران کشته شدن یا کلن از ایرانی ها؟ والا ارقام خیلی متعدده، این تعدادی که در همین چند روز اخیر کشته شدن و تعداد فرمانده هایی که در ظرف چند ماه اخیر کشته، فرمانده های بلندپایه، امیری که، سرداری که در این چند ماه کشته شدن رقم بسیار بسیار بالایی. یکی از سران سپاه همین هفته پیش در سخنرانی گفت ما هزاران نفر در اونجا داریم در سوریه که دارن از زینبیه و از اماکن مقدس دفاع میکنن. بعد از دو روزی فکر کنم اون صحبت رو حذف کردن و دیگه نگذاشتن که در رادیو در تلویزیون باشه، ولی تعداد کسانی که کشته شدن بسیار بسیار قابل توجه است. و یه رقم دیگه، یه مقوله دیگری که دوباره کمتر بهش اشاره میشه ولی گاهی اینجا اونجا چه در نشریات ایرانی چه در نشریات
اروپایی آمریکایی بعضن اشاراتی بهش هست، استفاده دولت ایران نه تنها از سپاه و از بسیج و سپاه خودسنی، بلکه از افغانی هاست. از افغانی هایی که در ایران هستن، اینها در شابدالعظیم مثلا مرکزی دارن که رسما این افراد رو بسیج میکنن، حقوق ماهانه بهشون میدن و با یک دوران کوتاهی تمرین و تعلیمشون میدن و بعد میفرستنشون در سوریه برای اینکه در کنار دولت سوریه بجنگن و باعث این بشن که 11 میلیون نفر الان اینجا آواره هستن، 250 هزار نفر جون خودشون رو از هر دو طرف، هم از طرفداران دولت هم از ملت از دست بدن. افغان ها و پاکستانی ها؟ بله، افغان ها به خصوص، من اونجایی که میدونم افغان ها خیلی خیلی رسمی هستن، مسئلهش خیلی رسمیه. من یه مقاله میخوندم، مثلا مراکزی دارن که به عنوان مرکز بسیج اینها شناخته میشه و دعوت میفرستنشون در اونجا و تعداد قابل ملاحظه‌ای از اینها به هر حال هم به لحاظ اینکه تمرین کم دیدن، تعلیم کم دیدن، کشته میشن. و اون وقت جمهوری اسلامی، نمایندگان جمهوری اسلامی در شرایطی که هم حزب الله در اونجاست، هم سپاه قدس در اونجاست، هم سپاه پاسداران هست، هم افغانی‌ها در اونجا هستن، اون وقت میگن که چرا عربستان در اونجا فتنه میکنه، چرا ترکیه در اونجا فتنه میکنه. خب ترکیه و عربستان در مقابل شما فتنه‌ای که شما و روسیه میکنید وارد اون ماجرا شدن، همه بکشید کنار، شما بکشید کنار، حزب الله هم بکشید بیرون، افغان‌ها هم بکشید بیرون، اون وقت جامعه بین‌المللی اون وقت شاید زورش برسه که به روسیه بگه که این کشدارهایی که داره میکنی متوقف باید بشه و یک راه حلی بر اساس رأی مردم سوریه. این که آقای ظریف میگن و سرنوشت سوریه رو باید مردم سوریه تعیین بکنن، خب این خواست مردم سوریه بود. آقای اسد با توپ و تانک و بمباران جواب تظاهرات صلح‌آمیز رو داد و نتیجه این شد که امروز میبینیم 11 میلیون آواره، 250 میلیون کشته، نصف مملکت داغون. تصاویری که آدم میبینه، اصلا 250 هزار یا میلیون های دکتر؟ 250 هزار کشته شد. بله، 250 هزار کشته، 11 میلیون آواره شدن، نصف مملکت داغونه. میدید گاهی آدم فیلم های جنگ جهانی دوم رو، حداقل من گاهی فیلم های جنگ جهانی دوم رو میبینم و این ویرانی رو با خودم میگم چطور مردم اجازه میدادن که چنین اتفاقاتی بیفته. حالا بیخ گوش ما، در زمان ما داره همون اتفاقات میفته و تعداد کسانی که الان در دنیا بی خانمان هستن، آواره هستن، به اندازه زمان جنگ جهانی دوم. و فاجعه است. آقای دکتر فرمودید که آقای ظریف هندونه کال از کار در اومده. آقای ظریف گفتن که ما 2,800,000,000 دلار به سوریه کمک کردیم که فکر میکنم خیلی بیشتره. و یه مطلب دیگه هم که اینو در لندن گفتن، این رقم اخیرشه، چون قبلا دو تا رقم دیگه اعلام کرده بودن، اعتبار و پول، که چند فکر کنم اون زمان جمعش بزنید سه سال پیش حدود 7,000,000,000 دلار اون زمان بود. بله، حضورتون عرض کنم که ایشون در لندن یه مطلب دیگه ای هم گفتن که در گذشتم شبیهشو گفته بودن، گفتون در ایران کسی رو به جرم عقیده زندانی نمی کنن. ایشون در جواب آقای فرداد فرهزاد، خبرنگار بی بی سی فارسی، که از او درباره بازداشت روزنامه نویسا و آزار و اذیت خانواده های اونها پرسش کرد، گفت من می توانم جواب راحتی به سوال شما بدهم. چقدر راحت طلبه. و بگویم که قوه قضاییه ما مستقل است و بسیار به این استقلال خودش اهمیت می دهد و نمی خواهد دولت در کارش دخالت کند.
و افزود: اما این یک روند است. ما با قوه قضاییه همکاری میکنیم تا اطمینان پیدا کنیم که آزادی مطبوعات به طور کامل حفظ می شود. اولا قوه قضاییه که این همین هفته پیش که آقای ظریف این حرف زدن، رئیس قوه قضاییه داره تکلیف آقای روحانی رو از یه جنبه دیگه معلوم میکنه. ایشون تفسیر به رأی از قانون اساسی کردن، در حالی که در هیچ جای قانون اساسی حق چنین کاری ندارن. گفته کی گفته که در قانون اساسی رئیس جمهور بایستی ناظر بعد از رهبر ناظر بر اجرای قانون باشه؟ این ابهام داره و ما باید رفع ابهام بکنیم. نه، ابهام نداره، برای شما فقط ابهام داره. نص قانون خیلی روشنه، میگه رئیس جمهور ناظر اجرای قانونه. حالا شما از آقای روحانی خوشتون نمیاد و به شاید توصیه آقای خامنه ای دارید سعی میکنید که تهدیدش بکنید که حقوق قانونیش هم ازش میگیرید، اون امری علاقه است. ولی حرف آقای ظریف هم خب واقعا از اون مواردی است که به قول ما دوستی داشتیم میگفت سقالت داره، از سقیل کلمه سقالت درست کرده، حرف خیلی سقالت داره. و آقای ظریف هم حتما اونقدر باهوش است که بدونه که هر ایرانی که این حرف رو میشنوه بهش میخنده. این حرف هیچ کسی به جد نمیگیره. قوه قضاییه از دولت مستقله، ولی قوه قضاییه مستقل نیست. قوه قضاییه وابسته به سپاه، قوه قضاییه وابسته به بیت رهبری است، قوه قضاییه وابسته به محافظه‌کاران است. فقط حرف شما رو از شما مستقل هستند، ولی مستقل نیستند. و اتفاقا چون از شما مستقلن، هر از گاهی برای اینکه روی دولت رو کم بکنن، یکی از کسانی که مثلا به دولت به دعوت دولت میاد به ایران میگیرن، یا یه روزنامه‌نگاری که با دولت نزدیکه میگیرن، دو سال هم نگرش میدارن، دولت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. این به خاطر اینه که دولت توان اجرای قانون رو واقعا نداره. اگر دولت توان اجرای قانون رو داشت، میتونست جلوی این خودسری ها رو بگیره. وقتی که شما خودت رئیس وزیر اطلاعات خود دولت آقای روحانی میگه که ما زورمون به این نیروهای خودسر نمیرسه، خب نیروهای خودسر قوه قضایی مستقل چرا زورش بهشون نمیرسه؟ چرا اونا رو جلوشون نمیگیرن؟ این از این حرفای خیلی پرستقالتی است که گاهی آقای ظریف میزنه. او چند ماه پیش گفته بود، توی این خبری که دست منه، گفته بود ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی کنیم. یعنی ما زندانی می کنیم. حالا اینجا دیگه صحبت قوه مستقل قضایی نیست. کسانی که قانون را زیر پا می گذارند نمی توانند پشت اون عنوان روزنامه نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند. واقعا همه شد دیوانه شدن اینا. دوچار سقالت قدیمی داره. بله، یعنی این تعدادی که از باهایی ها مثلا در ایران زندانی بودن و زندانی شدن، این محدودیت هایی که علیه اونها ایجاد میکنن، محدودیت هایی که علیه نویسندگان ایجاد میکنن در مملکتی که هنوز کانون نویسندگان ایران اجازه فعالیت نداره، در مملکتی که هنوز کاندید رئیس جمهور دور قدیم انتخابات بدون هیچ نوع کیفرخواستی در زندانه، خانومش، همسرش، خانوم رهنورد در زندانه، آقای کروبی در زندانه، نزدیک 6 سال اینها رو به طور غیرقانونی زندان کردید. مگه میشه که آقای ظریف اینها رو ندونه یا فراموش کرده باشه؟ میتونید بگید زور اون نمیرسه؟ اونچنان که آقای جنتی گفت، اینا قانون شکن هم و زور اون نمیرسه، برید با سپاه مسئله رو حل بکنید. که خب از یه بابتی شرم‌آوره، ولی وقتی که خانم رهنورد، من واقعا این دو روز پیش که این شعری رو که ایشون خونده بودند، وقتی که با مادرشون صحبت میکردند که یاد ما رو از یاد نبرید، من خجالت کشیدم که فکر کردم آیده که کی مادر کی؟
خانم رهنورد آها بله تلفن میزنه به مادرش، بهش اجازه میدن به مادرش زنگ بزنه، و وقتی که زنگ میزنه اتفاقا چند نفر از دوستداران هم خانم رهنورد و هم آقای موسوی و هم مادر خانم رهنورد اونجا بودن، و ایشون شعری میخونه که ما رو، شعر دهخدا رو میخونه که ما رو از یاد نبرید. بعد البته متوجه میشه که اینا ممکنه فکر کنن که اونایی که دارن گوش میدن دیگه، حتما میدونه که دارن گوش میدن دیگه، برادران قاچاقچی دارن گوش میدن. فوری میگه که البته ما روحیه‌مون خیلی خوبه، شما نگران روحیه ما نباشید. ولی واقعا شما که عضو دولتی هستی که آمد سر کار به این وعده که اینها رو آزاد میکنه، الان بعد از 2 سال هیچ کاری نکردید، بالاخره به این نتیجه رسید که دست ما نیست. خب اینا رو به چه جرمی زندان نگردش؟ اصلا جرمی براشون کسی معین نکرده؟ اینکه شما میگید هیچ کسی به جرم اندیشه نیست، به طور غیر قانونی این سه نفر رو شما الان 5 سال اونجا نگه داشتن، هیچ کارم نمیکنید. خب نگید این حرفا رو، به جرم بی‌عرضگیه، یا بی‌عرضگیه، یا میدونی من میفهمم که اگر بیان واقعا صراحت داشته باشن بگن ما زورمون نمیرسه، آقای ظریف بیاد بگه که آره من متوجهم که اینا بعضی هستن. یکیشون اخیراً یه مطلبی در همین باب گفته بود آقای دکتر که ما زورمون نمیرسه، یه جای دیگه باید تصمیم بگیرن. خب بله اونو بگید، مردم تکلیف خودشون میدونن، ولی اینکه بیاید اینجا بزک بکنید یه واقعیت واقعا خوف‌انگیز استبدادی رو، بگید ما هیچ کسو این کارو نمیکنیم، وقتی که کرور کرور مردم از ایران میرن به خاطر اینکه آزادی اندیشه ندارن، آزادی اقتصادی ندارن، اینها ثقالت داره. آقای دکتر 2-3 دقیقه 2 دقیقه وقت داریم. یک بیانیه ای داده سازمان عفو بین المللی، گفته است که طی 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و 10 تن دیگر هم در انتظار اجرای اعدام خود به سر میبرند. سازمان ملل هم اخیرا بعد از این، سازمان ملل هم، یک کارگروه سازمان ملل هم از ایران خواسته که این پدیده رو بهش رسیدگی کنه، چون به یک روایتی اینها دختران رو بعد از 9 سال و پسران رو بعد از 15 سال دیگه بالغ میدونن و به عنوان بالغ محاکمه‌شون میکنن، و این برخلاف تمام قوانین و موازین بین المللی و حقوق بشره. و منم واقعا امیدوارم که این فشارهای بین المللی مؤثر واقع بشه و این قانون تغییر پیدا بکنه، هم در مورد حداقل ازدواج، چون در دوباره تو این گزارش که سازمان ملل نوشته در بعضی خانواده ها با اجازه ولی و دادگاه دختر 9 ساله رو هم میتونن به خونه شوهر بفرستن، هر جای دیگه دنیای متمدن باشه یه چنین شوهری رو، یه چنین خانواده ای رو، یه چنین رئیس دادگاهی رو که چنین دختری رو مثلا به خانواده شوهر میفرسته محاکمش میکنن. و در ایران هم به گمان من بایستی، خوشبختانه زنان ایران متوسط سن ازدواج رو به حدود 24 فکر میکنم رسوندن، یعنی اونها در عمل تغییر دادن این قانون رو که به گمان من با اصول قرن 21 عدالت مغایرت آشکار داره. بسیار سپاسگزاری میکنم آقای دکتر، خیلی ممنونم ازتون. با اجازتون تا هفته دیگر، شنبه دیگر ساعت 1 بعد از ظهر. خیلی ممنونم ازتون، شب و روزتون خوش.